از نظر سیاسی روابطو باش قطع کنن و منزوی بکنن. این امری بود که ما میخواستیم پیش ببریم و امروز در این جهت بسیار پیش رفتیم. بله هنوز این به اینجا نرسیدیم که دولت ها بیان و منزوی کردن جمهوری اسلامی رو در دستور بذارن، ولی همونطوری گفتم به اصطلاح گفتمان جهانی علل عموم حتی در بین شخصیت ها و مسئولین سیاسی الان جنایت های جمهوری اسلامی هست، کشتارهایی که این حکومت میکنه و در سطح مردم بسیار بیشتر. الان مردم متوجه چهره کریه این حکومت شدن و افکار عمومی در سطح هنرمندان، در سطح روشنفکران، احزاب مترقی و غیره کاملا این حرف رو میپذیره که این حکومت یک حکومت جانی هست و باید سرانش محاکمه بشن. قبلا فقط حزب ما بود که این رو میخواست به دادگاه لایحه نوشته بود، اخیرا هم باز این کار کردیم، ولی الان خوشبختانه خیلی جریانات و احزاب دیگه هم هستن که دقیقا همین خواست رو مطرح کردن، خواست محاکمه خامنه ای، احمدی نژاد و دیگر سران جنایتکار حکومت. این الان تبدیل شده به یک امری که صحبتش همه جا هست. من فکر میکنم گرچه هنوز به حساب موفق نشدیم که این سیاست رو تماما پیاده کنیم که جمهوری اسلامی در دنیا منزوی بشه، ولی الان شرط امروز رو با 3 ماه پیش مقایسه کنید، به یمن این مبارزات مردم و جنبش انقلابی که در ایران هست میرید بسیار به این نزدیکتر شدیم و کلن شرط سیاسی در اون جهت داره پیش میره که جمهوری اسلامی به انزوا کامل برسه. من امروز یک مقاله رو در اکونومیست دیدم در مورد وضعیت جمهوری اسلامی، تحلیلش رو میدید، اکونومیست یکی از دست راست‌ترین روزنامه‌ها و خیلی هم به صاحب بحث‌های سیاست‌های کلان رو مطرح می‌کنه در رابطه با اقتصاد، سیاست و غیره و در سطح جهان هم بحث می‌کنه. بنابراین یک روزنامه جدی سرمایه‌داران غرب هست، جناح راستشون. این روزنامه نوشته بود، این هفته‌نامه نوشته بود که حتی اگر این جنبش مردم رو هم یک جور اینها بتونن ساکت کنن، این حکومت دیگه قابل اتکا نیست، سیاست‌هاش، سیاست خارجیش چون سسته. ارزیابیش این بود که حتی در جناح اصولگرایان هم دیگه خیلی احمدی نژاد رو قبول ندارن. این مقاله رو به مناسبت تحریف نوشته بود، از نظر فرمال و رسمی این تحریف تمام شد، ولی به طور واقعی این دیگه اون جمهوری اسلامی گذشته نیست و اتکا و اعتمادی بهش نیست. میخوام بگم اینها همه علائمی است و نشانه هایی است که نشون میده دنیا داره در جهت اولا شناختن ماهیت جمهوری اسلامی رو پیش میره و مردم و نیروهای سیاسی و مترقی آزادی خواه این قدرت رو دارن پیدا میکنن که حکومت ها رو ناگزیر کنن، که روابطشون رو به جمهوری اسلامی قطع کنن، سفارتخونه ها رو ببندن و به این عنوان جمهوری اسلامی رو منزوی کنن. اینجا یکی دو نکته پیش میاد، یکی این که آیا این وضعیتی که توضیح دادید به معنای یه جور گیج بودن، ناراشن بودن غرب در مقابل اون چیزی که قلبش میخواد و اون چیزی که اوضاع هست نیست، و دوما این که گفتید پیاده شدن سیاست انزوای بین المللی جمهوری اسلامی، این پیاده شدنش معنی عملیش چیه؟ یعنی چه چیزای اتفاق باید بیفته تا اینکه منجر به انزوای عملی و بین المللی جمهوری اسلامی بشه؟ اینو چطور توضیح میدید؟ اون نکته اولی که گفتید این که دولت‌های غربی و یا نکته اولی الان گفتم به معنای گیجی و ناروشنی، گیجی بله، دولت‌های غربی یا گیجی و ناروشنی، قضیه گیجی و ناروشنی نیست، قضیه این هست که ببینید وقتی شرایط آروم باشه و افکار عمومی متوجه حقایق نباشه، دولت غربی خب دوستان سیاست خودشون پیش برن، معمولا در خفا پیش برن، سرسلاش هم برن نکنن. مثلا اینکه اگر یادتون باشه خیلی از مذاکرات کردن با جمهوری اسلامی همه پشت پرده بود، به زور یه بعضی وقتای قسمتایش میومد روی آب و مردم میفهمیدن، ولی اساسا مذاکرات و توافقها و امتیازدهی و امتیازگیری و غیره داشتن، هنوز هم خودشون رو پیش برن. در حال دولت‌های غربی دنبال این هستن که اولا دست و پای جمهوری اسلامی رو کوتاه کنن از منطقه و ثانیا این پروژه هسته‌ایشو متوقف کنن. این هدف‌های روشن الان اروپای واحد و آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی هست، به هر طریقی میخوان این کار رو بکنن و این هدفشونه، این سیاستشونه.
ولی دنیا دست اونها نیست. اینطور نیست که شما چون دولت آمریکا هستید یا اروپا واحد هستید دیگه دنیا رو سر انگشت میچرخونید. از اون طرف 70 میلیون مردم هستن در ایران که بلند شدن آزادی میخوان و این تاثیر گذاشته بر کل سیاست در سطح جهانی، بر سرنوشت کل جنبش اسلام سیاسی، بر موضع‌گیری های دولت ها. بنابراین دولت ها ناگزیرن این فاکتورها رو به حساب بیارن و همون اهداف رو حالا در دل شرط جدید ببینن چطور میتونن پیش برن. از یک جنبه که نگاه کنید تا اونجایی که به هدف دولت های غربی مربوط میشه این کار آسان شده، ساده شده، چون دولت جمهوری اسلامی در موقعیت بسیار ضعیف‌تری هم دیگه اکونومیست الان ازتون گفتم تحلیل کرده، در موقعیت بسیار ضعیف‌تری و برنامه اینا میتونن امیدوار باشن که امتیازات بیشتری ازش بگیرن. از طرف دیگه خیلی سخت‌تر شده براشون، برای اینکه هیچ ثباتی دیگه نداره این حکومت. نمیدونن اگه توافقی امروز باش امضا کنن هفته بعد چی میشه. اصلا دیگه هیچ آینده‌ای نداره این حکومت، قابل پیش بینی نیست که فردا چه خواهد شد. این وضعیتیش که سیاست اونها داره. فعلا دولت‌ها رو بذاریم کنار، غرب چه جمهوری اسلامی چه اروپا و آمریکا، مردم رو ببینیم. این تعیین کننده است، این که مردم، نیروهای سیاسی مترقی و آزادی‌خواه در دنیا در جهت همبستگی با مردم ایران و اعلام حمایت از مردم ایران چطور منسجم بشن، حرکت کنن، فشار بیارن به دولت‌های خودشون، این فاکتور هست که ما روش حساب میکنیم. و از این طریق هست که همین دولت‌ها رو میشه علی‌رغم اینکه هر منفعتی داشته باشن، تایدشون هر چی باشه، به اینجا بکشونید که جمهوری اسلامی رو با منزوی کنن. در رابطه با آفریقای جنوبی در موقع به اصطلاح اون انقلاب آفریقای جنوبی علیه رژیم نژادی دقیقاً همین اتفاق افتاد. مدت‌ها بود که رژیم نژادپرست در آفریقای جنوبی بود، همه دولت‌ها هم به رسمیت شناخته بودنش، انواع مراودات اقتصادی و سیاسی و غیره هم داشتن. ولی وقتی جنبش آزادی مردم آفریقای جنوبی بلند شد و کراهت آپارتاید برای افکار عمومی دنیا معلوم شد و مردم بسیج شدن، دولت‌ها ناگزیر شدن بالاخره روابطشون رو با اون دولت آفریقای جنوبی قطع کنن و کاملا منزویش بکنن. این اتفاق میتونه کاملا در مورد جمهوری اسلامی هم بیفته و همونطور که گفتم شرایط چند ماه اخیر نشون بسیار مساعدتر و بسیار در جهت مطلوبی پیش رفته برای اینکه این سیاست پیش بره. ولی بخش دوم سوال گفتید این پیاده شدنش یعنی چی؟ مسئله از پیاده شدنش این هست که اولا ما بتونیم هرچه بیشتر افکار عمومی مردم در کشور غربی و به خصوص تشکل‌ها و نیروها و احزاب رو آگاه کنیم و به حرکت دراریم، مردم رو بسیج کنیم، برای اینکه کارزارها و کمپینها و مسافهایی در این جهت به کار برم. از زمینه که اینطور نیست که انقلاب اینجا نیست مثل ایران که یه مثلا میلیون ها نفر مردم در انگلیس بریزن به خیابون بگن رابطه با جمهوری اسلامی رو قطع کنید، طبیعی این پیش نمیده. ولی این کاملا قابل تصوره که بسیاری از سازمانهای سکولار، سازمانهای مدافع حقوق زن، احزاب کارگری، اتحادیه کارگری، حتی سازمان‌های به اصطلاح طرفدار محیط زیست، سازمان‌های مترقی چپ، اینها این رو بزن جزو خواسته‌هاشون، کارهای لابیستی بکنن، اطلاعیه بدن، حتی راهپیمایی بذارن، جلوی سفارتخانه برن، مثلا سفارتخانه جمهوری اسلامی، بگن این باید بسته بشه، نامه بنویسن به دولتشون، به وکیل محلیشون، بگن ما انتظار داریم به جمهوری اسلامی رقابتش رو باش قطع کنید، به این دلایل اینها رو به اصطلاح تبدیل بشه به یک پلتفرم و به یک پرچم واقعا عملی برای این را. مثلا از پیاده شدن اینه، بعد حاصلش هدفش خواهد شد قطع رابطه اون دولت مربوطه با جمهوری اسلامی. این پیروزیش است، ولی یه حرکت های یه اتفاقاتی باید بیفته تا به اونجا برسیم و حزب ما اساسا فعالیتش در این جهت است. بله، از جمله بستن سفارتخانه ها، بیرون کردن جمهوری اسلامی از مراجع بین‌المللی، بستن سفارتخانه ها، رابطه، قطع روابط سیاسی، عدم پذیرش نمایندگان، رئیس جمهور یا شخصیت های ایران غیره. تو همین دوره هم شاهد این بودیم که میگفتن روادید نمیدن. بله، شروع شده بود اینها. عملاً بعضی از بکنید. بله دقیقاً شروع شده بود. یعنی در واقع بنابراین این جنبش انقلابی، این تو که شما تاکید کردی جنبش انقلابی مردم رو ما هستیم که راه داریم برای اینکه جمهوری اسلامی تو سطح بین‌المللی به انزوا بکشونه، به قول خود شما به زیر کشیدن جمهوری اسلامی تو سطح در خارج کشور و